روز زمین شاهزاده رضا پهلوی مقاله رو در هافینگتون پست، یکی از سایت‌های پربیننده آمریکایی، منتشر کرد که در ارتباط با بحران آب در ایران زمین بود. در همین رابطه گفتگویی کردم که با هم می‌بینیم. شما در هافینگتون پست مطلبی درباره وضعیت آب در ایران نوشتید و منتشر کردید همزمان با روز زمین، Earth Day. علت این کار چی بود؟ مسئله بحران آب در منطقه و خصوص در کشورمون بسیار مسئله کلیدی و حیاتی است. نیازمند یک توجه آنی، چه از دید خودی چه از دید بین‌المللی هستش، چون فکر میکنم یکی از اتفاقات وخیمی که ممکنه به زودی در منطقه ما رخ بده ترک اجباری مناطقی است در کشور خودمون که به خاطر بیابی اصلا قادر نخواهند بود افراد در اونجا باقی بمونن. مسئله فقط این نیست که این بحران رو بایستی از حال پیش بینی کرد و براش فکر اساسی کرد. کلن مدیریت آب در ایران بسیار وخیم بوده و بیتوجهی یا سهلنگاری یا اصلا در نظر نگرفتن عواقب دراز مدت هر کاری که به صورت عجولانه یا به صورت راه کارهای خیلی کوتاه مدت بیشترم به مصرف یا کشاورزی یا چیزهای دیگر باعث شده که اصولا مشکل آب در مملکت ما همطور که میدونیم به این حدی که الان شده رسیده. مثلا فقط آب نیست، متاسفانه آلودگی هوا هم هست. الان خوزستان اگه نگاه بکنیم به عنوان منطقه شاید یکی از بدترین مشکلات مرکب رو باش مواجه هست و ایناست که به نظر من دلیل این بوده که در چنین فرصتی اشاره مهمی به این مسئله انجام بدم به سهم خودم. خب شما به خوزستان اشاره کردید، بخش عمده مشکلی که خوزستان داریم باز هم همونطور که شما تو مطلبتون هم اشاره کردید مرتبط هست با بحران آب و اینکه بحرانی است که در حقیقت مدیریت منابع آب جمهوری اسلامی کارو به اونجا کشونده، وقتی که با زدن سدهای زیاد راه آب رو بستن بر تالاب‌ها و باعث شدن که تالاب‌ها در بیشتر زمان سال خشک باشن و بشن منابع گرد و خاک. خب سوالی که مطرح میشه این هست که انتقاد همیشه راحت‌تر هست از کارهای دیگه، اما راه حل چی هست؟ راه حل هایی که برای مشکل آب در ایران باید در نظر گرفت بسیار راه حل های مرکبی هستند و بیشتر دراز مدت و نیازمند امکانات مادی بسیار بالا، یعنی چیزی نیست که بشه به قول معروف وصل و پینه‌ای حلش کرد. متخصصین مختلف راهکارهای متعددی رو در نظر دارن یا دارن مطالعه میکنن. مسئله این هستش که در شرایط موجود آیا قابل اجرا هست یا نه. بسیاری از متخصصین خودمون میدونن که نه تنها این حکومت اهمیتی نمیده، بلکه حتی اگه بخوان تلاشش هم بکنن در حال حاضر نه پولی برای این کار هست نه جزء اولویت کار این رژیم. بنابراین مقدار زیادی شرایط سیاسی کشورمون مانع این میشه که افراد دلسوز یا قابل هم از نظر کارشناسی هم از نظر ایده و طرح دادن بتونن واقعا کاری رو بکنن. بنابراین مسئله فقط اینجا ذکر مصیبت نیست، البته که باید دنبال راه حل بود. من البته متخصص این امر نیستم ولی میدانم که بسیار هستن متخصص چه خودی چه بین‌المللی که راجع به مسئله فکر کردن، نه فقط راجع به ایران بلکه کل منطقه خاورمیانه، ولی بسیاری از این راهکارها در ایران قابل اجرا هست، به شرطی البته که واقعا بشه سازماندهی درست پشت سر این کار باشه و کار به دست متخصصین سپرده بشه و این بازار نمیدونم مافیایی سپاه و غیر و زالک و به طور کلی وضعیتی که نظام داشته که بیشتر به خاطر یا منافع شخصی یا یک اهداف دیگری به این وضع مملکت رسوندن مسلماً از این مسیر خارج بشه. یکی از جنبه‌هاش جنبه سیاسی، یکی از جنبه‌هاش جنبه سرمایه‌گذاریه، یکی از جنبه‌هاش پیگیری این کار از نظر تخصصی است برای راهکارهای اساسی دراز مدت و نه فقط مسئله کوتاه مدت بحرانی یا از یک دید کرایسیس منیجمنت به قضیه نگاه بکنیم، بلکه راهکارهای واقعا اساسی. اینا همش قابل بررسی هستش، چه بسا که همطور که گفتم این راهکارها الان در کشورهای دیگری موجود هست، در ایران هم قابل پیاده شدن هستش. متباسی ارجحیت و اولویت رو به این کار هرچه زودتر لااقل جامعه ایران دلسوزانه بهش نگاه کنه، حتی اگر رژیم فعلا بهش نگاه نمی‌کنه. یک نظرسنجی اخیراً انجام شد که در سایت رادیو زمانه نتایج اون منتشر شد و بر اساس اون اگر امروز در ایران انتخابات آزاد برگزار بشه بدون اینکه حتی فعالیت سیاسی هم شروع شده باشه، طبقه متوسط بیشتر از 33%شون همون اول به شما رأی میدن، یعنی این بدونی است که شما حتی هیچ فعالیت سیاسی کرده باشید.
پس به این نتیجه میتونیم برسیم که شما بین میان طبقه متوسط هم شناخته شده هستید و هم بخشی از طبقه متوسط به شما گرایش داره بر اساس این نظرسنجی. طبیعتاً حرف شما میان بخش‌های مختلف جامعه ایران شنیده میشه حتی اگر با شما هم نظر نباشد. طبیعتاً برای تأثیرگذاری روی گروه‌های مختلف اجتماعی شما الان دارید روی بحث آب بیشتر از بقیه نیروهای سیاسی کار میکنید. برای اینکه جامعه ایران بیشتر آشنا بشه با این مسئله آیا باز هم ادامه میدید به همین کار؟ به نظر من یک اولویت مهمی است برای کشورمون و به هر حال شما بس بدونید من دغدغه قدرت ندارم در ایران. من اگه کاری کردم تا به حال توی 38 سال صرفاً از یک دید مسئولیت میهن پرستانه و وطن دوستانه من بوده، برای اینکه فکر کنم ایران و مردم ایران سزاوار حکومت بسیار بهتر از آن چیزی که الان دارن هستن. حیف از اون مملکت با این همه تمدن، با این همه گذشته، با این همه تاریخ که به این روز افتاده باشن. بنابراین مسئله من این نیست که فردا بخوام کاری بشم یا مدیریت چیزی رو به عهده بگیرم که سر این دعوا باشه که فلان کس های درسته یا نه. اون یه بحثی سوا، مثلا موضوع من اینجا این نیست. موضوع من در بعد سیاسیش آزاده ایران هست. بارها هم گفتم، بازم تکرار میکنم که من فکر کنم ایران نیازمند یک حکومت پارلمانی دموکراتیک سکولار هستش به عنوان یک مکانیزمی که میتونه یک حکومت دلسوز و مسئول به مردم ایران تحویل بده تا یک حکومت ارتجایی مذهبی تروریست پرور که الان مملکتمون رو در این راه کشونده. این در بحث سیاسیش. ولی مسئله که من امروز مطرح میکنم در بعد مملکتیش، یعنی اون چیزی که منافع کشور ما هست، مسئله آب مسئله سیاسی نیست، مسئله آب مسئله ملی است، یه حق حیات، یک لازمه حیات هست. از این مهمتر چی میخوایم؟ آب نباشه هیچی نیست، نه سیاست هستش، نه کشور هستش، نه مردمی هستش. از این مهمتر چی میتونه باشه؟ و وقتی کشور ما داره تبدیل میشه به یک صحرا، شما توی مقالتون گفته یه وزیر اسبق کشاورزی ایران رو اشاره میکنید که معتقد 70% مردم ایران مجبور خواهند شد کوچ بکنن. این که دیگه وحشتناکه، یعنی اصلا چه ایرانی باقی میمونه که سرش یه بخواد دعوا بکنن؟ از این لحاظ میگم که انگیزه من صرفاً روی دلسوزی است برای آنچه که برای نسلهای آینده کشورمون باقی بمونه. طبیعت و محیط زیست کشورمون به همون اندازه مهمه که آب و نون مردم مهمه، اشتغال مهمه، بهداشت مهمه، آزادی و خلاقیت مهمه، به همون اندازه مهمه، حتی اگه نگم بیشتر، شاید از این لحاظی بیشتر. الانم میبینید دغدغه مردم مقدارش سیاسیست، به خاطر خفقان، به خاطر این نظام، به خاطر تمام این راندخاری ها و به هر حال گرفتاری هایی که هست. ولی الان اگه شما برید تو منطقه بلوچستان یا برید تو منطقه کردستان یا برید تو منطقه خوزستان و مشکلات زندگانی رو میبینید، بسیاریش به محیط زیستشون ربط داره. میتونه مسئله آلودگی هوا باشه، میتونه ریزگرد باشه، میتونه خیلی از این مسائل باشه که همونطور که میبینیم جزء دغدغه‌های روزانه مردم شده. اینا همش برمیگرده به همین مسئله محیط زیستمون و وضعیت هوا و آب. بنابراین فکر نمی‌کنم سر این مسئله بخوایم یک بحث سیاسی بکنیم، از نظری که کی از قیافه رضا پهلوی خوشش میاد و نمیاد. این مسئله مربوط میشه به کشور و من فکر کنم که طبقه ای که بهش اشاره کردید اگر حرف من رو دنبال میکنن و گوش میدن، میدن که صرفا انگیزه من روی دلسوزیست و توجه همیهنانمون رو جلب کردن به مسئله بنیادی. حالا میخواد مسئله حقوق بشر باشه، میخواد مسئله آب و هوا و نمیدونم محیط زیست کشورمون باشه، یا مسئله از این قبیل. دعوای من سر این نیست که من بخوام این وسط مدیریت کاری رو به عهده بگیرم یا نه. مسئله این هستش که به این مسئله باز توجه بشه و این مسئولیت کسانی خواهد بود در آینده کشور که باز کشور ما رو اداره بکنن در تمام این زمینه ها. نهایتا این سوال پیش میاد برای آگاهی بخشی به طبقات مختلف اجتماعی، برای اینکه آگاه بشن که اگر الان به داده این مسئله نرسن، آینده برای ایران زمین نخواهد بود، ایران زمین ما ویران میشه، جمعیتی در اونجا ساکن نخواهد بود، توسعه‌ای که طالب بوده توسعه ناپایدار بوده، ما به نقطه خواهیم رسید که دیگه جایی برای ایجاد دموکراسی و حقوق بشر نخواهیم داشت. و شما هم در مطلبتون در هافینگتون پست به در حقیقت متفکرین و کسانی که در اندیشکده های جهانی دارن کار میکنن دارید به نحوی هشدار میدید. یک، اینکه
کسانی که در تینک تنک ها و اندیشکده ها کار میکنن و متفکرین جهانی هستن، شما هشداری که دارین میدین اونها چه کاری میتونن بکنن، و دو از کمک اونها برای آگاهی بخشی به مردم ایران چه بهره میشه گرفت. در بعد درونیش که کاملا نکته شما کلیدی است، یعنی دقیقاً به خاطر دغدغه‌ای که دارم برای دموکراسی در آینده کشوری که میگم اگه ما به مسئله محیط زیستمون نپردازیم اصلا شرایط راه باز نخواهد کرد برای مسئله سیاسی و دموکراتیک. یعنی یک وضعیت وخیمی پیش خواهد اومد که مسئله میشه بقا. بقا هم که بشه قانون جنگل میشه تقریبا. تو محیط اصلا نمیشه یک دیالکت به اصطلاح لیبرالیسم یا فرض کنید سوشال دموکراسی داشته باشیم، چون همه چیز در حد زنده موندن. یعنی وضعیت خیلی وحشتناکی ممکنه پیش بیاد. به همین دلیله که مهمه از دید بین‌المللی. خب طبعا ببینید کشورهای جهانی در یک عصری که دنبال منافع استراتژیکی خودشون بودن، حالا میتونه نفت بوده باشه خصوصا که قرن 20 رو نگاه میکنیم تو منطقه خودمون الان خصوص یا جای دیگر، یا تمام این مالتی نشنال ها، شرکت های بزرگ که به خاطر منافع خودشون حاضرن چشمشون رو خیلی مسائل ببندن، نتیجهش میشه وضعیت بحرانی آواره هایی که حالا چه از سوریه چه از افریقا چه از جاهای دیگه با این وضعیت مواجه هستن. نمیتوان در قرن 21 با توجه به خیلی مسائل متعدد انتظار داشته باشیم که دولت‌های موجود از دید اولویت‌های خودشون بدون اینکه فشاری روشون بیاد توسط نهادهایی که مطالعه میکنن، تحقیق میکنن، زنگ خطر رو میزنن، حالا راجع به گرم شدن هوا، راجع به مسائل از این قبیل، که شما واسه سیاست در واقع متعددی داشته باشید. نمیتونید فقط صحبت از منافع استراتژیکی یا اقتصادی یا شرکت‌های خودتون بکنید. یه جایی هست که دنیا و ملت جهان، حالا چه افریقایی باشن، چه آسیایی باشن، چه هر جایی که باشن، ضررش رو خواهند دید. و اگر دنبال ثبات هستید، اگه دنبال رونق اقتصادی هستید، معمولاً رونق اقتصادی در سطح جهانی زمانی قابل دستیابی است که در دنیا ثبات باشه، جنگ نباشه، بحران نباشه، مسائلی که تعادل جهان رو به هم میریزه، که یکی از مهمترین عواملی که تعادل جهانی به هم میریزه مسئله همین کوچه یه سری آواره هستش که نمیتونن جای دیگه برن. اروپا رو الان شما نگاه بکنید تقریبا میخوام بگم به حد اشباع رسیده از دید جذب این همه آواره. خوب کجا قراره برن اینا؟ سیبری که نمیتونن برن، پس کجا برن؟ اینا مسئله است که به هر حال بایستی امیدوار بود که این نهادهای تحقیقی یا علمی یا think tank ها فشار بیشتری بیارن، نه فقط از دید باز میگم زنگ خطر رو به صدا در آوردن، بلکه چاره جوییش رو هم دنبال بکنن و پیشنهادات قابل پیاده کردن بدن در سطح جهانی که این مسائل بتونن در این کشورها پیاده بشن. البته خب کشورهایی هستن که در اونجا میشه این کارو کرد که خیلی صحبت بیشتری دارن و بحران سیاسی درونی ندارن. بعضی کشورها هستن که متاسفانه به خاطر شرایط آنی سیاسی خیلی کارا رو عملا نمیشه انجام داد. نمونهش ایران به خاطر جمهوری اسلامی.